خودتون اگر میخواید اصطلاحا ما بگیم توسط ربات گوگل شناخته میشه، بعد 4 تا مقدار رو حتما قرار بدید. اینجا یه متا داره در واقع کرست UTF-8، یه متای دیگه دارید اینجا، یه مقداری داره به نام name keywords یا کلمات کلیدی، یه مقداری داره به نام content، بعد توی کلمات کلیدی صفحاتتون رو وارد کنید. مثلا اگه شما اینجا رفته توی صفحه به نام مثلا PHP، اینجا بنویس مثلا آموزش PHP، یه کامه میذاریم مثلا پروگرامینگ، من حالا انگلیسی دارم نمیست پروگرامینگ، خب یه کامه دیگه میذاریم مثلا چه میدونم PHP OOP، مثلا یه کامه دیگه میذاریم جاوا، مثلا جاوا SE، جاوا توی اندروید، از این کارا من زیاد میکنم. خب سایت هم الان بیاید ببینید، واقعا شما مثلا یه سری فیلم های محدود داریم چی؟ البته فیلم محدود نمیستن، از اینکه 1000 خورده رو لینک داریم. کنترل یو رو که بزنید کیبورد داره اینجا. کیبورد چی میبینید؟ آموزش برنامه‌نویسی، آموزش C++، جاوا، CSS، HTML، هر چی قراره بذارم در آینده، حتی فلاتر، iOS، اندروید، کاتلین، اینا خود حالا میخوام بذارم، حالا کی الله اعلم. همه اینا رو گذاشتم برای چی؟ فردا طرف سرچ کرد آموزش برنامه‌نویسی PHP، من اگر سئوم خوب باشه، که الان سئوم فکر می‌کنم بد نیست، الان تو دنیا اومدم زیر 1 میلیون، مثلا اومدم شدم 900,000، به ایران کار نشه باشه، اینا ایران ادورتایزمنت میدن منو میندازن زیر، خب ایران فیک، این مهمه. من ماه پیش بودم 1,100,000، الان شدم 900,000، خب 100 نزدیک 200,000 تو اومدم پایین، این 2 ماه خورده سن نشه مثلا اینقدر اومده پایین از 10 میلیون خورده دوازمه. این الان در واقع داره سئو میگیره، طبیعتا اگه بیاد بره تو گوگل مثلا سرچ بکنه الکود، حالا یه الکود هم سرچ نکنه ها، کنیم تو گوگل مثلا اگر سرچ بکنه الکود، این اتفاق خوب هم براش میافته، یعنی تمام صفحات من رو رباتای گوگل شناختم، اونایی که پرکاربرد بوده، پر در واقع بیشتر روش کلیک خورده، سئو این صفحات از همه بالاتر، اینقدر اینا بیشتر دیده شده. حالا کلی دیگه لاراولش مثلا دیده شده، این در واقع دیده شده، آکادمیش، تلگرامش در واقع دیده شده، همه اینا. این پس میاد برای من کدوم قسمت مهم میشه؟ کیبوردزه. خب بعد کیبورد یه مقدار داریم که زیاد که الان کاربرد نداره، قبلا کاربرد داشت، به نام متا نیمش هست کانتنت، ببخشید دیسکریپشن. دیسکریپشن یعنی توضیحات. بیا در مورد صفحه توضیح بدیم. با سلام، من علاقه دارم به دارم به برنامه نویسی، بیا نامه بنویس. خب و بیا اینجا در واقع محتوای این صفحه رو بگو تو چه مایه‌ای، این دیسکریپشن. مقدار بعدی که خیلی مهم هستش نیم آتر، خودتو معرفی کن. هر دو طرف دور میاد سرچ میکنه، مثلا میزنه تو رجامی، اینجا تو داری چیکار میکنی؟ خودت رو معرفی میکنی تو این صفحه، اسم خودت رو داری میذاری، بعد تو رجامی رو میاد سرچ میکنه، این صفحه رو بهش آفر میده. چرا؟ چون آترش در واقع تو رجامی، خودت میتونی در واقع بهش قرار بدی. مقدار بعدی نیم، مقدار روبوتس، مهمترین قسمتیه که یادشون میره بزنن. روبوتس یعنی چی؟ روبوت گوگل، بیا منو دنبال کن. کانتنتش یعنی چی؟ ایندکس، فالو، فولو نیست و فالو. خب خدا را به خودم میگم چون خودم سوتی میدم، الان میگم فولو. خب سمارم خسته شده این سوتی ها رو میدم. وقتی داریم میذاریم نیم روبوتس و میذاریم ایندکس فالو یعنی چی؟ اولا بیا ایندکس کن، دوم بیا منو دنبال کن. هر تغییری توی صفحه ایندکس من، حالا یه صفحات دیگه من به وجود اومد، اطلاعات جدید اومد قرار گرفت، ربات گوگل بیا ببین، اجازه دادم به ربات گوگل. شما حق نداری توی صفحه بکندت لوگین که میزنم اینجا، حق نداری اینجا اجازه بدی بیاد ببیند، فالو کنه. حالا من اینجا ببینم نذاشتم، خب حالا شاید اینجا نذاشتم، من فکر کنم صفحه دیگه رو گذاشتم، فکر می‌کنم دقیقاً یادم نمیاد. اینجا نباید شما گذاشته باشی،
خب نذاشتم، خب اشتباه هم بوده. بعد اینجا متا نیم روبوتس نو ایندکس نو فالو، نو ایندکس نو فالو، وقتی میذاری نمیاد این رو پیدا بکنه. به چه درد میخوره؟ فردا اگه یه وقت یکی من هی بیام اینجا برم و بیام، ممکنه این سئو بگیره صفحه مدیریت هم توی صفحه چیز بذاره، اون سر ادمینه بذاره، یه دفعه یارو کلیک کنه ای این اینجا بوده، حالا بیا و بزن برو تو. خب پس حواستون به این قضیه باشه. این هم متا بعدی. خب دیگه حالا متا اینایی که ما معروفن دیگه، یکی آتر ربات دیسکریپشن کیبورد، تایتل هم که اینجا هستش دیگه، میدونیم به چه صورت هستش، اینا که UTF در واقع 8 هستش. اینا مهمترین ها هستن توی صفحه شما که بخواد سئو بگیره. مرحله دوم، من یه سری متا ها میرم از توییتر، از لینکدین، ممکنه مثلا تلگرام، اینا میرم برمیدارم که اینجا اگه نگاه بکنید برش دادم تگ های مربوط به تلگرام، میرید سرچ میکنید متا مثلا اوجی دو نقطه تایتل، کانتنت هم رو اینجا قرار دادم. وقتی میام میرم این لینک رو قرار میدم، کنترل سی نگاه کنم، میزنید متا تگ مثلا تلگرام، تو اینترنت سرچ میکنه، چهار تا تگ مهم داره که من هم الان اینجا دارم ازش استفاده میکنم. میاد اینجا نگاه کن، به طور مثال اینجا قرارش میدم، کی آپدیت کردیم اینجا اینو قرار میدم. میبینیم عکسش رو همراه با متنش رو، حالا حتی اگر من اینجا این رو بزنم میبینید هم عکس، این اسم تایتل است، خب حتی لینکش کرده، اسمش و دیتاش، خب این دیسکریپشن اینا هستش. این در واقع چیه؟ این مقداری که اینجا دارید میبینید، سایت نیم اینجا، دیسکریپشن کانتنت و این آی ام جی که دارید میبینید ایشونه، این لوگو است. اوکی، این چهار تا مقدار. فکر میکنم توییتر هم دارم، اشتباه فکر کردم. آها یادم، آخرین لحظه برش داشتم گفتم برش کنم، اما واقعا توییتر نمیرفت. به این شکل، مثلا تو صفحات دیگه هم برید همین شکلی. حالا اگه بیاد اینجا، اینا رو داینامیک کردم من توی تلگرام، اگه بیاد دوره آموزشی HTML، گروه آموزشی، اینو چی در واقع به این شکل بیاد اینجا، این رو مثلا میتونید کپی کنید و اینجا قرارش بدید. هفت نفرم دیدن، حالا هی هر دفعه ما میذاشی میشی که نگاه نمیکرد، مثلا دوره آموزشی فلان عکسش رو قرار داده و اینجا. این به درد چی میخوره؟ تلگرام. آیا بعد احتیاج قرار بدم؟ بعد شما بخواید سایت رو در واقع تحویل کسی بدید که مثلا شروع کنه به داینامیک کردنش، اینا مهمه، باید قرارشون. اینا متاهای مربوط به تلگرام، بیشتر رو تلگرام، ممکنه یه سری ها باشن برای توییتر رو هم بردارن. سرچ بکنم آبا، خود فکر بکنم بود اینستاگرام، مثلا بزنید تگ فرزاد. چه چرا دوران بچه اینو بذارم پاک کنم، بچه ها وایس دادن منتظرم ببینم من چیکار. خب نمیدونه دارم درس میدم. تگ نها کن اینجا قرار میدیم، تگ مثلا تلگرام متا، خب میزنی متا تگ های تلگرام مثلا اینا، خب شو آیکون وبسایت، این استگرام فلو خیلی خوبه، کم کم یاد میگیرید باهاش شروع میکنه کار کردن. میبینید تگاشو اینجا گذاشته، به خود منم از همین برداشتم، اصلا غیر ممکنه از جای دیگه، فکر کنم همینجا برداشتم دقیقاً، یادم نمیاد، آره همینجا برداشتم. حالا یه بزن تلگرام، مثلا بزن تلگرام، بزن توییتر، توی هدم مثلا اینجا دنبال استگ و فلو میگردم، دنبال اینا نمیگردم، مثلا اینا رو بزنید احتمالا گذاشته، مثلا میبینید فیسبوک متا تگاش، اینا رو بزنید هستن دیگه. اوه چقدر متا دارن اینا، متاهاشون پایین ما اینا گذاشته، میتونید مثلا برد اینا میبینید، اینا متاهاش دونه دونه گذاشته اینا، این متا مثلا فلان، این مثلا برید تو فیسبوک به مستر مثلا برید بعد این متاهاش دیگه، همین رو بزنید، بزنید فیسبوک متا تگ مثلا این داشتیم اول بزنید و براتون میاره و میتونید ازش استفاده کنید. خب من واقعا تو فیسبوک استفاده نکردم تا حالا، سایت هم مثلا فیسبوک هم آخرین باری که رفتم فکر کنم 3 سال پیش بود، بیشتر از هم تلگرام میتونید ازش استفاده کنید.